امروز دوم ژانویه برابر است با سالگرد اعدام شهید آیت الله نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه عربستان فردی که مقام های آل سعود به ویژه محمد بن سلمان شاهزاده جوان جوان این خاندان فکر می کرد با اعدام وی می تواند صدای اعتراضی او را خفه کند اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه بعد از اعدام و جدا کردن سر از بدن شیخ و ریختن خونش صدای وی به گوش همه جهانیان رسید و آل سعود را یک بار دیگر رسوا کرد همکارم هیدر مجید گزارش می دهد نمیر باقران نمیر مشهور به شیخ نمیر متولد 1338 در استان شینشین نشین قطیف در شرق عربستان سعودی بود او روحانی شیعه اهل عربستان و منتقد حکومت آل سعود بود که با حکم دادگاه سعودی در سال 1394 اعدام شد. وی تحصیلات دینی خود را در ایران و سوریه تکمیل کرد و پس از بازگشت به عربستان به فعالیت های دینی، اجتماعی و سیاسی پرداخت. از جمله بر پایی مراسم مذهبی مانند نماز جمعه، برگزاری تجمعات سالروز روز تخریب بقیه نقد سیستم حکومتی عربستان و سعودی و دفاع از حقوق شیعیان عربستان شیخ نمر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و از بین رفتن سیاست های تبریز نسبت به شیعیان بود و به علت این فعالیت ها بارها و بارها بازداشت شد. در آذر 1393 شمسی دادگاه عربستان او را به اتهام‌های های محاربه داشتن عقاید انحرافی خودداری از تبعیت نسبت به حکومت تشویق به سرنگونی نظام سیاسی به اعدام محکوم کرد. صدور و حکم اعدام برای آیت الله نمر واکنش ها و مخالفت های زیادی از سوی محافل حقوق بشری و مسلمانان به ویژه شیعیان سراسر جهان در پی داشت. با این حال در دوازده ایده 1394 شمسی این حکم پس از امضای پادشاه سعودی اجرا شد. و در پی آن اعتراض های بسیاری از سوی شیعیان جهان نسبت به حاکمان عربستان در گرفت. مراجع تقدید شیعه در پیامها و سخنان خود به مناسبت شهادت شیخ نمر حکومت عربستان را مسئول عواقب این اعدام دانستند. آل سعود قصد داشت با اعدام شیخ نمر صدای اعتراضی او را خفه و خاموش کند اما تاریخ و وقایع رخ داده در این هفت سال نشان می دهد که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و حس و اراده اعتراض در دل و قلب مینیون ها عربستانی به ویژه شیعیان همچنان وجود دارد